حوادث اخیر قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک نتیجه مشکلات سالها جمع شده در جامعه این کشور عنوان کردند و قول آنها آغاز اعتراض بر بالا رفتن قیمت گاز این یک سبب ظاهری بود. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی بر این است که حالت پیش آمده در قزاقستان برای کشورهای پس از شوروی بی تاثیر نمیماند. برای حکومت های کشورهای همسایه این باید یک درسی باشد. درسی آنکه مشکلات مردم خود را امروز باید حل کرد، با امید آنکه این گونه حادثه در کشور ما رخ نمی‌دهد، شدن در کار نیست، چون وقتی که چون این حادثه ها رخ می‌دهند علاقه دیر می‌شود. تعداد دیگر تحلیلگران تاجیک ناآرامی و اعتراض های چهار روز اخیر در قزاقستان را از قبل تحریزی شده خوانده میگویند در آن گروه های دست دارند که در خارج از این کشور آماده شدند و نظارت جریان حادثه ها را در دست دارند. به نظر سیف الله سفاروف تحلیلگر دیگر سیاسی، حادثه های روزهای اخیر قزاقستان با تاجیکستان بیشتر تاثیر منفی اقتصادی دارد. در مسئله گذشتن پویزها مثلا یعنی نقلیات تاجیکستان، در مسئله آنهایی که در قزاقستان بیزنس دارند با آنها تاثیر بد میرسند. شهروندان تاجیکستان که در قزاقستان زندگی و کار بار دارند با آنها تاثیر بد میرسند. در مجموع برای تامین غله برای تاجیکستان تاثیر بد رساندنش ممکن. در مجموع عموما به تاجیکستان تاثیر اقتصادی این حادثه نسبت به تاثیر سیاسیش به فکرم که بیشتر است. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در مرحله های اول رهبریش برای یک پارچگی اصلاحات اقتصادی کشورش در قیاس با دیگر کشورهای پس از شوروی کارهای موفقانه را انجام داد. با قول او چند دفعه تغییر دادن سرقانون کشورش برای سر قدرت ماندن و پس از ترک مقام رئیس جمهور نیز عملا اداره کردن دولت باعث ناراضگی مردم قزاقستان گشت و همزمان دایره های معین منفعت دار سوء استفاده کردند از شخصیت پرزیدنت این کشور و من بعد با بای مقام های الهوگی دادند سرور قزاق ها و غیره و در قدرت ماندن نظربایف باعث داراتر شدن آنها و منپولی در ثروت های ملی گردید و این نابرابری را به وجود آورد. در موضوع استفاده نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دست جمعی در آرام ساختن وضع در قزاقستان نظر کارشناسان تاجیک مختلف است. برخی بر اینند که این سازمان حق دخالت به امور داخلی یک کشور عضو را ندارد و برخی دیگر میگویند استفاده نیروهای صلح‌خواه سپاد صلاحیت تامین امنیت کشورهای عضو را دارد. روز 2 ژانویه اعتراضها علیه افزایش نرخ گاز مایع در ژانوزن آغاز شد و سپس در اکتاو، آلماتا، نورسلطان، اتیراو و چیمکنت هم‌آوازی یافت. روز 4 ژانویه کمیسیون حکومتی با سفارش رئیس جمهور قاسم جمارت تقایف وعده داد که طلب ناراضیان را اجرا خواهد کرد. پس از 3 روز اعتراضها پرزیدنت تقایف حکومت را برکنار، تنظیم دولتی نرخ را جاری و در 3 منطقه وضعیت اضطراری اعلان کرد، اما اعتراضها ادامه یافتند.